سلام، خیلی خوش برگشتین به یک قسمت دیگه از برنامه خانه دوست. منم سلام میکنم به همه شما عزیزان و چقدر خوشحالم که امروز میتونیم مهمون خونه های گرم شما باشیم. واقعا این باعث شادی ما هست. واقعا همینطوره. نسرین جان چقدر واقعا این سه هفته گذشته برای خود من چیزای جالبی از مهمونای عزیزمون شنیدیم و چقدر هیجان انگیز بود. آره. توی این سه هفته گذشته یه جمله خیلی برای من زیبا بود و یه جایی داشتم میخوندم که میگفت بلندترین صدا، قوی ترین صدا که یک شخص میتونه توی ذهن خودش بشنوه اون صدای ذهن خودش شخص هست. دقیقاً. که میتونه باورش کنه یا نکنه و این خیلی برای من مخصوصا راجب هویت، راجب موضوعی که ما داریم بهش میپردازیم خیلی عالی بود. واقعا همینطوره که میگی ستاره، چون منم داشتم یه متنی رو میخوندم و اتفاقا میگفت که تو اگه که میخوای بدونی کی هستی اینو نپرس، عمل کن. چون وقتی بهش عمل میکنی تو خودتو تعریف و ترسیم میکنی. واقعا. و اتفاقا در ادامهش گفته بود که میلیاردها انسان متولد شدن و هر کدوم اثر انگشت خودشونو دارن و این اثر انگشتا امضای خدا هستش. میگه که تو بدل نداری، اصلی تو یعنی خود واقعیت هستی، چیزی که واقعا منحصر به فرد هستی و واقعا همین دعوت شده هستی. حتی اینو میگفت که تو دعوت شده هستی و ما اگر که واقعا این دعوت شده بودنمون رو و این منحصر به فرد بودنمون رو باورش بکنیم دیگه خودمون رو با دیگران مقایسه نمی کنیم. واقعا و چه هفته های زیبایی بود دوستان. این سه هفته که ما با هم دیگه گذروندیم، چه خاطرات شیرینی رو با هم دیگه ثبت کردیم و مهمانان عزیزی داشتیم. موافق هستین که با هم دیگه بریم یه مرور کوتاه روی سه هفته گذشته که با هم بودیم و راجع به موضوع هویت صحبت کردیم یه گذری بزنیم و برگردیم؟ هویت خودم رو بیشتر در مسیح فهمیدم، درکش کردم که من پذیرفته شده هستم. لازم نیست که کاری رو انجام بدم که بخوام که مورد پذیرش قرار بگیرم و اینی که در خداوند این امنیت رو دارم. بله. این خیلی توی زندگی من تاثیر داشت. این سوال میتونه که باور من و ما رو شکل بده که این که آیا این اعمال ما هست که هویت ما رو شکل میده یا نه، ما بر طبق اون هویتی که داریم عملکرد ما صورت میگیره. وقتی این رو به یاد میارم خیلی جاها متوجه میشم که چه کاری رو باید انجام بدم، چه کاری رو انجام ندم و اون محبت مسیح و هویت من در مسیح هست که من رو به پیش میبره. هویت ما اون کاری که انجام میدیم نیست، بلکه آنچه که هستیم. یعنی در حین اینم که ممکنه که مشغول انجام اون کار، مثلا من شاید شبان کلیسام یا معلم کتاب مقدسم یا چه میدونم مسئول امداد رسانی ام، ولی اگه من امداد رسانی ام نکنم این در هویت من خلل ایجاد نمیکنه. اگه من هیچ وقت در هیچ کلیسایی تا آخر عمرم صحبت نکنم این خللی در هویت من ایجاد نمیکنه. چون هویت بعضی وقتا به این ربط داره که ما چی میشنویم و این آنچه که میشنویم بخشش میتونه باشه که اونچه که از خودمون میشنویم، خودمون به خودمون چی مینامیم. میدونید مهم اینه که من خودم رو با چه هویتی صدا میکنم. فقط حرفای خداوند رو در مورد خودمون باور کنیم. واقعا هر چی که اون میگه رو باور کنیم، نه چیزی که دیگران میگن، نه چیزی که وضعیت و شرایطی که توش هستیم. شاید شرایطی که توش هستم به من میگه که تو یک زندانی بدبخت بیچاره بیشتر نیستی و از اینجا بیرون نمیری. پس میبینیم که در واقع در کلام خدا زن و مرد به صورت خدا آفریده شدن، با ارزش برابر آفریده شدن و خدا به هر دوی اونها مسئولیت و برکت میده. بهایی که خداوند برای نجات انسان داده، برای مرد بیشتر نداده، برای زن کمتر داده. بهای یکسانی برای نجات مرد و زن توسط عیسی مسیح روی صلیب پرداخت شده و این خیلی بیشتر از هر چیز دیگه‌ای باعث تسلی است که خدا برای شما زنان و مردان جان خودش رو فدا کرد و خون گرانبهای خودش رو ریخت. واقعا چقدر عالی بود وقتی که این ویدیوها رو دیدیم از مهمونای هفته گذشتمون، چند هفته قبل. یعنی لیلا جان چقدر زیبا در رابطه با هویت از شناخت خدا برای ما گفت و اینکه پذیرفته شدن، در رابطه با پذیرفته شدن برای ما گفتش که چقدر عالی بود که ما نیاز نیست که از طرف جامعه یا مردم پذیرفته بشیم. این خیلی مهمه که ما
از جانب خدا پذیرفته حتی بشیم. حتی این لیلا این نکته‌ای که اشاره کرد از زندگی شخصی خودش گفت نسرین، من خیلی برام قشنگ بود. واقعاً میگفت که من همیشه باید توی خانواده یه سری کارا رو انجام میدادم تا اینکه پذیرفته شده باشم. ولی بعدها فهمیدم که نه، من در خدا حتی اگه یه کاری انجام بدم یا حتی انجام ندم، من پذیرفته شده هستم. و از آسیباش گفت، از اینکه چه آسیب‌هایی در نتیجه این کمالگرایی، در نتیجه این وسواسه، در نتیجه اینکه باید حتما این کاری انجام بده که پذیرفته بشه، به خودش و حتی خانواده‌اش وارد شده بود. خیلی برای من جالب واقعا همینطوره. یا حتی صحبت‌های فرشی چقدر جالب بود که میگه خدا عاشق ماست، خدا راستگوه، میدونی اون خدا برای ما اون راستی رو میخواد. میدونی این خیلی برای من پربرکت بود. واقعا خیلی عالی بود. و یا اینکه چقدر خدا ما رو دوست داره و میخواد به ما نزدیک بشه. آره. اینش برای من جالب بود نسرین، که ما معمولا از اطرافیانمون خیلی چیزای متفاوت راجع به خودمون میشنویم. اما فرشید خیلی قشنگ گفت، گفت که خدا تنها کسیه که راجع به ما راست میگه. ما فقط همیتوره. باید صحبت خدا رو راجع به خودمون باور کنیم، راجع به هویتمون. فقط صحبت خدا رو راجع به خودمون بپذیریم و توی ذهنمون تکرارشون کنیم و اعلانشون کنیم. این کاری بود که فرشید توی زندان با خودش میکرد. دقیقاً همینطوره. یا ماگدا جون چقدر در رابطه با اینکه خدا تبعیض قائل نمیشه صحبت جالبی کرد، صحبتش خیلی عالی بود و به دل من نشست. اینکه خدا بین زن و مرد هیچ فرقی نمیگذاره و ما زن و مرد برای خدا یکسان و برابر هستیم. خیلی عالی بود و خیلی پربرکت. آره ماگدا دیگه سنگ تمام گذاشت. یه قسمت سوم که داشتیم راجع به هویت صحبت می‌کردیم، اومد واقعا نقش زن رو توی کتاب مقدس گفت و اینکه چقدر زن و مرد مساوی هستن برای خدا. پس ما نیایم خودمون بالا پایینش کنیم. مخصوصا نسرین، جالب ترین نکتهش اتفاقا برای من همون مثالی بود که زد راجع به اتوبوس. آره خیلی خیلی به دل منم نشست. آره. اتفاقا این چون مثالش. اصلا یه چیزی که انگار ما اصلا بهش توجه نمی‌کنیم، ولی یه سری اتفاقات خیلی ریز توی سطح جامعه، توی دایره دوستان ما داره اتفاق میفته که ناخودآگاه یه سری باورهای غلط راجع به هویت ما برای ما وجود باعث میشه که حتی من خیلی از دوستان بودن که دوست داشتن پسر باشن به خاطر اینکه احساس میکردن که اون پسر بودن تغییر اون جنسیت میتونه هویت بهتری رو بهشون بده. ولی ماگدا واقعا دیدگاه کلام خدا رو گفت که گفت نه، اینا مساوی هستن. بله واقعا خیلی جالب بود برای من. واقعا این انیمیشن رو که دیدیم چقدر به یاد من اومد روزی که لیلا مهمون برنامه بود. یادت من به تو چی گفتم ستاره؟ من یه ضرب المثل گفتم، گفتم که گر خواهی نشوی رسوا هم رنگ جماعت شو. آره. منم بهت گفتم که ضرب المثل نادرستیه. الان که توی قسمت چهارم این برنامه هستیم، اگه بخوام درستش کنم میگم گر خواهی نشوی هم رنگ مثل این انیمیشنه رسوای جماعت شو. ببین واقعا همینه. من یادمه خودم وقتی که تازه ایمان آورده بودم همش دوست داشتم، انگار که یه چیزی در من بود میخواستم که شبیه فلان خادم باشم، شبیه فلان خادم آقا، فلان خانم، خادم خانوم، میخواستم خودم رو مثل اونا بکنم. ولی واقعا هر چقدر که من جلو میرفتم انگار یه عقبگرد داشتم، پسرفت داشتم جایی که پیشرفت داشته باشم و خودم خیلی خسته شده بودم. یه روز گفتم خداوند را من که دارم تمام تلاشم رو میکنم، همه خودم رو گذاشتم که من شبیه فلان شخص بشم، پس چرا اینطوری نمیشه؟
ولی انگار که یه روز که داشتم دعا میکردم واقعا یک نجوایی توی سر من بودش که گفت نه نسرین، این نیست، تو نیازی نیستش که شبیه فلان خادم باشی، تو اتفاقا باید بیه شبیه من باشی، من باید برای تو الگو باشم. میدونی این واقعا الان که این ضرب المثل رو به صورت درست رو گفتی، من این توی ذهنم اومد که واقعا ما باید به شباهت خدا در بیایم و نیازی نیستش که من هی تلاش بکنم که بخوام شبیه فلان خادم باشم، شبیه شخص دیگه باشم، به کسی باشم. البته این ضرب المثل رو من نگفتم، یه شخص گفته، من کپی کردم. خیلی هم عالی. منم برام جالب بود. منم اتفاقا اگه یه شهادت از خودم بخوام بگم، توی این 4 قسمتی که گذشت در مورد راجع به هویت صحبت کردیم، خب من یه ورزشکار بودم و مدام از بچگی خب یه فعالیت رو میکردم، یه کاری انجام میدادم تا یه مقام، یه پاداشی رو کسب کنم و وقتی اونو کسب میکردم واقعا مورد تشویق قرار میگرفتم و انگار یه ارزش بیشتری به من میداد. این توی من نهانیده شد نسرین که من باید تلاش کنم یه چیزی رو به دست بیارم، اون موقع هست که پذیرفته میشم و اون موقع هست که ستاره ستاره هست. درسته. و تا اینکه یه روزی یه هدفی واسه خودم گذاشته بودم، یه روزی به اونجایی که دوست داشتم رسیدم و اتفاقا توی ایمان مسیحی هم بودم. یه روز وقتی که توی یه باشگاه خوب توی یه باشگاه خوب اون جایگاهی که دوست داشتم به دست بیارم به دست آوردم. یه هفته بود که اونجا کار میکردم. وقتی که از سر کار داشتم برمیگشتم، دقیقا یادمه نسرین، داشتم تو پیاده روی خیابون قدم میزدم، نم نم بارون داشت میباره و این نم نم بارون مثل چیکه های آب توی سر من هنوز صداشون هست. وقت صدای خدا رو خیلی شخصی و خیلی صمیمی هنوز هم توی گوشم صدا میکنه شنیدم که من گفت ستاره حالا به دستش آوردی، حالا که چی؟ واقعا. و اون لحظه برای من واقعا این تداعی شد و این برای من ثابت شد تنها جایی که من میتونم خود واقعیمو پیدا کنم نسرین، این شخصی بود برای من. درسته. فقط حضور خدا خداونده اینجا هست که من هویت اصلی رو میتونم داشته باشم، ثابت پایدار، و من خودمو توی عیسی میتونم پیدا بکنم. دقیقا همینطوره، واقعا ستاره. چون منم میگم وقتی که اون نجواها میومد انگار به من میگه تو فرزند خدا هستی، تو وارث هستی، تو کاهن هستی. اینا توی سر من این صدا بود و واقعا من متوجه شدم که نه اصلا تو راهو اشتباه رفتی، برگرد، اتفاقا بعد از یه جای دیگه شروع کنی. آره. و واقعا شکر برای خداوند، شکر واقعا. و عزیزان، شما این 4 هفته مهمان خانه دوست بودید. شاید این شهادت من و نسرین عزیز واقعا برای شما هم به شکل دیگه باشه. ما همطور که گفتیم، نسرین عزیز گفت اول برنامه، هر کدوم از ما منحصر به فرد هستیم. اتفاقا مشکلات ما هم منحصر به فرد و خاص خودمون هست. امروز شما هم شاید توی چالش‌های متفاوتی راجع به باور هویت اصلی که خدا به ما میده هستید. میدونید من نسرین خیلی به این موضوع مخصوصا این روزا فکر میکنم. سوشال مدیا، صفحات اجتماعی خیلی اون باورهای درستی که کلام خدا رو به ما میده رو از ما گرفته. ما مدام دوست داریم شبیه سلبریتی باشیم. دقیقاً. دوست داریم ورزش کنیم که شبیه اون باشیم، بلکه پذیرفته بشیم. ولی واقعا اینطوری نیست. اون موقع دیگه نسرین نسرین نیست، ستاره ستاره نیست، چون میخواد شبیه یکی دیگه باشه. دقیقاً همینطوره. ما واقعا اگر اون چیزی که خود خودمون باشیم، یعنی کس دیگه نه، خود خودمون باشیم، مردم اتفاقا ما رو دوست دارن، به سمتمون میان. آره. ولی اگر که نه، بخوایم خودمون رو رنگ عوض کنیم، این برای ما تنهایی میاره. تنها میشیم واقعا. خیلی واقعا ممنونیم از شما که توی این 4 هفته با ما همراه بودین. ما راجع به هویت چیز خیلی متفاوتی شنیدیم و همونطور که گفتم، شما منحصر به فردید و شاید مشکلات شما هم منحصر به فرده. پس هم ازتون خواهش کنم از طریق راه‌های ارتباطی که روی صفحه می‌بینید میتونید با ما در ارتباط باشید. شاید دوست دارید صحبت کنید راجع به مسائل مختلف، میتونید با ما در ارتباط باشید. و در آخر به پایان آمدیم دفتر حکایت همچنان باقیست. با شما هستیم توی فصل‌های بعدی از خانه دوست. دعوتتون می‌کنیم توی هفته‌های آینده باز هم با ما همراه باشید.